چی؟ چیه؟ خوابی؟ تو چی؟ حالا ما بیداریم و همه خواب. این صدای قشنگو میشنوی؟ ببین چقدر چلچراغ روشنه، چقدر نور. اونجا کجا؟ سرزمین آرزوها. این سر و صداها چیه؟ موسیقی، آواز، آهنگ. وای خدای من، یک کلیسک با اسبای سفید میاد. جوجی اونجا رو. وای خدای من، فرشته روشنایی، چقدر قشنگه. خوب بچه های خوب من، حاضرین؟ ما میخواییم بریم به سفر، سفر به سرزمین رویاها. میریم تا پرنده آبی رو پیداش کنیم، چون همه آدمای دنیا مخصوصاً بچه ها برای خوشبختی و سعادت خودشون به این پرنده نیاز دارن. حالا ما در دیار آیندگان هستیم، در میان بچه هایی که هنوز متولد نشده. آهای بچه ها، بیان زنده ها رو ببینیم، بیان. سلام، تو چند سالته؟ چه میدونم، من که هنوز متولد نشدم. چرا به ما میگن زنده ها؟ برای اینکه خودشون هنوز به دنیا نیومدن. میتونیم باهاشون حرف بزنیم؟ البته. میگن زمین خیلی قشنگه. آره بد نیست. میگن همه مادرها پشت این در منتظر ما هستن. میگن مادرها خیلی مهربونه. آره، اونا از هر چی که روی زمینه بهتر و مهربونترن. این زمانی اونهایی که زمان تولدشون فرا رسیده آماده هستن. بله. بسیار خوب، پس یکی یکی و به صف هرچه سریع‌تر سوار بر کشتی بادبان برافراشته زمان شوید، وگرنه هرگز به دنیا نخواهید رفت. برو پسرم، بروی یکی یکی. برو پسرم، بروی بروی. آهای پسر جان، تو چرا اونجا ایستادی؟ چرا نمیری توی سر؟ من نمیخوام به دنیا بیام، میترسم. مگر به انتخاب توست؟ برو پسرم، برو. من نمیخوام برم، مگر زوره؟ نترس پسرم، نترس. میترسم. نمیشه کمکش کرد؟ نه، این ضرورت دخترم. اینا چی تو چشمای تو؟ چه قشنگی، دونه مارفاریده. نه. پس این چی داره از چشمش میفته؟ عشق. خب بچه های من، دیگه باید از هم جداشیم. نه، نروشنایی از پیش ما نرو. فرشته روشنایی، نمیشه برای همیشه پیش ما بمونی؟ نه، این غیر ممکنه. من به سرزمین رویاها تعلق دارم، باید برم به امید دیدار. تو مثل یه مادر خوب و مهربونی، یعنی ما دیگه تو رو نمیبینی؟ چطور نمیبینی؟ من در هر مهتابی که میدرخشه، در هر روشنایی، در هر ستاره‌ای که میخنده، با هر طلوع صبح، با هر چراغ روشن، در کنار شما و با شما هستم. در فکرهای خوب شما، در آرزوهای ممکن شما، در قلبهای کوچک و مهربان شما، من همیشه حاضرم و با شما حرف میزنم. مادر. بله. اینقدر برای دختر پری نازنه ناراحتم. تفلکی کیه؟
سلام بچه ها. سلام. حال شما چطوره؟ سلام خانم. بفرمایید. ببخشید مزاحمتون شدم. می‌خواستم بگم که یعنی چطوری بگم؟ پری نازنین همسایه‌مون هستن. اومدن دنبال شما. برو پسرم. من پرنده آبی رو نمی‌خوام. ولی دخترم از وقتی که آواز این پرنده شما رو شنیده اصلاً یه حالی شده که آن پری نازنین حتما پرنده میتیل رو. دخترتون کجاست؟ پشت در منتظره. شنیدم دخترتون مدت هاست نمیتونه راه بره. بله متاسفانه از بعد از بیماریش همینطور مونده. معجزه! معجزه خدای من! ببینید دخترم داره راه میره! داره راه میره! بگو ببینم این چی میخوره؟ چقدر قشنگه! خب همه چی؟ با چی میخوره؟ با نوکش میخوره. الان نشونت میدم. دخترم! ناراحت نباش پیداش میکنم. هر کسی از شما پرنده آبی ما رو پیدا کرد خواهش میکنم اونو به ما برگردونه، چون ما برای خوشبختی آیندمون اونو لازم داریم. این همون دختری که حمید معرفی کرده. برو بر تو نبید. مریم جون نمیخوای بیای؟ همه رفتن که. آقای شریفی چیه؟ میشه با همین لباسو برم بعدم پسش میدم؟ اگه دلت میخواد مهم نیست، اصلا مال خودت باشه، یادگار این نمایش باشه اصلا. ولی حالا را بیفت، بچه ها منتظرن. بجام دخترم، بجام. آفرین باری. چی شده مریم جون؟ آخه دلم گرفته. دلت واسه چی گرفته مثلا؟ چون نمایش تموم شد. چی رو تموم شد؟ این یه نمایش نام است. پرنده آبی بله تموم شد، ولی تئاتر که تموم نمیشه مریم جون. خب یه نمایش تازه دیگه شروع میشه، یه بازی دیگه، یه لباس دیگه مریم خانوم. نه خیر، من دوست ندارم. من همین نمایش رو دوست دارم. میتیل، لباس میتیل خیلی قشنگه. خب لباسو که دادم به خودت، مال خودت دیگه. چی میخوای ها؟ فرشته چی؟ فرشته؟ آقای شریفی مگه فرشته نگفت همه جا هست؟ تو نمایشای بعدی هم هست.
نه عزیز دلم، فرشته روشنایی فقط تو نمایش پرنده آبی بود. البته فرشته روشنایی راست راستکی هم داریم، داریم بله. ولی من خیال میکردم که فرشته روشنایی همش توی نمایش هست. خب میدونم، قبول دارم، ولی فرشته روشنایی همه میتونن فرشته روشنایی، یعنی میدونم که آها راستی ناغلا، امشب جلوی آینه چه شکلکایی در می آوردی، هم من همه شو دیدم. شما دیدین از کجا؟ دیدم دیگه، بله خانوم، هم من دیدم هم خواهرم. خواهرم که داشت از خنده قش میکرد به وقتی تو اینجوری کردی. وای شما از کجا دیدین؟ دیدم دیگه. اسم خواهرتون چیه؟ اسمش نسرینه. 7-8 دفعه بیشتر اومده تئاترمون رو دیده، از تو خیلی خوشش اومده، چقدرم از بازی تعریف میکرد. آقا شریفی یه خواهش. چی؟ شکلات یا آدمزان؟ نه هیچ کدوم، میخوام پیاده شم. وای این وقت شب، اونم یه دختر تنها تو خیابون، چه معنی داره؟ اونم با این لباس. چیه؟ بازم غر کردی مثلا؟ نه خیر، خب منم میخوام برم راه برم، میخوام برم بیرون هوا بخورم. من که دیگه بچه کوچولو نیستم، بزرگ شدم، تازه هم مدرسه هم که میرم. چشم سرکار خانوم. میکنم بفرمایید خانوم. چه بامزه، من خیلی دلم براتون تنگ میشه آقای شریفی. منم همینطور، ولی زود میام میبینمه با خواهرم. خب مواظب خودت باشی. خب چش، حالا شما برین آقای شریفی، من دیگه بلدم. آفرین، شب بخیر. شب بخیر. میشه منو ببرین اون بر؟ البته که میشه، بیا این دست منو بگیر. چش محکم بگیری. یا خیلی ممنون منو آوردین این بر خیابون. خواهش میکنم، عجب لباس قشنگی. لباس نمایشه، من تو تئاتر بازی کردم. امشب اینقدر برام دست زدن؟ بایدم برات کف میزدن، تو خیلی نازی. تازه این گلدونم بهم جایزه دادن. به به آفرین، چه گلدون قشنگی، چه لباسای قشنگی، همه چیز به خوشگلی خودته. من دیگه باید برم خونم. اون خانم از اون طرفی. اه پس چرا اینوری اومدی؟ میخوای بیام برسونمه؟ نه خانم خیلی ممنون، خونمون همین نزدیکه. بچه که دنیا اومد، خواهش میکنم اینو بهش بدی. نه عزیزم باشه، این مال خودته. کاش میتونستم بهت بگم چقدر زندگیت برام مهمه دخترم. مرسی عزیزم. شب بخیر. شب بخیر. راستی
اسم تو نگفتی. چه خبره این وقتی شب سرسه داره این دختر؟ سلام عمو حیدر. سلام دختر جون. به به دختر گل خودم، تو این لباس اصلا نشناختمت. بیا تو امشب دیگه راست راستی شدی عروسک فرنگی. این لباس نمایشه، دادنش به خودم. پس آقای شریفی کوشم. آقای شریفی رفت. بالاخره یه دفعه ما رو نبردی تماشا خونه تا این تیارتتون رو ببینیم. چند دفعه بگم عمو حیدر، نمایش مال بچه هاست، به درد شما نمیخوره. اوهو وروجک دنبوریده رو ببینا. شب بخیر عمو حیدر. برو ببینم. سلام عمو حیدر. سلام علیکم آقای شریفی. بابا حال شما؟ قربان شما. بفرمایید تو یه چایی در خدمتتون باشیم. نمیشم. من گفتم شما این وقت شب این بچه رو تنها نمیذارین. فعلا جیره امشب رو داشته باشین. از مزاحمت های هر شب مام دیگه راحت شدیم. پس جیره ما قد شد. میام خدمتتون. سلام برسونیم. به سلامت. قربونی شما. آقا قربان تو. این چه ریخت و قیافه یه واسه خودت ساختی؟ خب لباس نمایشمه، لباس میتیر، دادنش به خودم. مگه اینجام تماشا خونه است؟ برو زود درش بیا. ساکت مریم، تو هر شب همین لباس رو میپوشیدی؟ پس چی؟ ساکت چه خبرتونه؟ این وقت شب با این قیافه؟ مگه چمه؟ قشنگه. آقای شریفی رسوندم مثل هر شب. چه بلبلی میکنه واسه من؟ برو زود از جلوی چشمم، من از این اداها خوشم نمیادا. بلقیس جون سرم دود نزن. امشب خیلی بد اخلاق شدی. شماها کجا؟ برگردی سر جاهاتون. امشب هیچ حوصله ندارم. این فامیل بای سرم رفت. کمش کنی. پامیشم میبندم تطیبش میکنم. خوبه بلقیس جون؟ هر آتیشی که دلتو میخواد بسوزون، اصلا به من چه؟ تام از فردا بذار نصف شب بود. دیگه تموم شد، امشب آخرش بود. تموم شد؟ چه بیخبر؟ الهی شد. از فردا دیگه بهانه ای نداری؟ نه ندارم. از مدرسه یه راست میای سر درس و مشقه، سر ساعت، فهمیدی؟ بله فهمیدم. بازی گوشی و تلویزیون و پروکرم ممنون. بله ممنون. آخه تو کی میخوای آدم بشی؟ از فرد تو. 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 امان از زبونی که این داره. خب شما خیلی دوستش داری. من همه تونو دوست دارم، برای من هیچ فرقی نداره. فقط از بچه های نونور اصلا خوشم نمیاد. این اداها یعنی چی؟ یعنی دیگه شما مریم رو دوست نداری بلقیس جون؟
نخه، من دیگه بلقیس چونه هیچکی نیستم. چرا هستی؟ خوبم هستی. خب رفتم درشو بردم دیگه، حالا بازم دوستم داری؟ ولم کن، نفسم بند اومد. بلقیس جون ولم کن بابا، گفتم ولم کن. تو رو خدا آشتی، آشتی، گفتم ولم کن، آشتی. بیسمونده که دل نیست. ماریا، ماریا چه؟ امشب تو رو تو تلویزیون نشونت دادن، اونم دو دفعه. منو؟ نه خیر، منو. ما باید از تلویزیون بفهمیم که بچه های ما کجا میرن و چی کار میکنن. آره تازه آقای شریفی گفت شاید بعد از امتحان بازم ببرتم نمایش. راستی؟ چه فایده؟ من که دیگه اون موقع نیستم. چرا نیستی؟ دیگه همه تون از دست من راحت میشی. مگه چی شده؟ میخوان بازنشستم کنم. بازنشسته؟ بیبی جون بچه ها، بلقیس جون چه شده؟ امروز بهش گفتن بازنشسته میشه، منم نمیدونم. بازنشسته یعنی چی؟ دوستم گفت یعنی دیگه نمیتونه بیاد پیش ما، باید بره تو خونش بشینه. شایدم. خب مگه ما داریم؟ عوضش ما بلقیس جونو داریم، بلقیس جونم ما رو داره. اگه باز نشستشه چی کار کنیم؟ امروز میگفت اگه بیرونم هم کنن از اینجا نمیرم. نه خیر که نمیرم، بازم نمیرم. پیشتون میمونم. هنوز غذا نخوردی؟ بخور دخترم. چشم، شما فقط گریه نکن. چشم. اختر، امروز بابات اومده بود چی کارت داشت؟ هیچی، آزادش کردن. میگفت دیگه ترک کردم، نمیدونم. گفت منو میخواد ببره پیش خودش. چقدر خوب. ولی میترسم. از چی؟ این دفعه فرق میکنه دخترم، تو دیگه بزرگ شدی، میتونی ازش مواظبت کنی. خوش به حالت بابا داری. امشب چتونه؟ این حرفا چیه؟ بخور غذاتو عزیزم، تو یکی منو کشتی. باید یاد بگیر، اول این، بعدم این یکی. آها، همیشه مادر تو عقب میفتی، از همه دیرتر حاضر میشی. بلقیس جون، خون میاد. چی شده مادر؟ صبر کن ببینم. سرتو بالا نگه دار، سرتو بالا نگه دار. بریم دم شیر خوب بشون. نترس، چیزی نیست. بگی خوب بشون. هزار ماشالله به این همه محبتی که شما نسبت به این بچه ها دارید. نمیدونم شما رو چرا میخوام بازنشستتون کنم. بلقیس جون ما هیچ وقت بازنشسته نمیشه. قربونت برم. خب ما میخوام نشه. Thank you.
مینی بوس شما بریم سوار شیم بچه زود بشیم شما بچه ها رو ببریم من اختر رو میارم اختر جون سرتو بالا نگه دار تو مدرسه بدو بادو نکنی آره مواظب خودت باش فرشته فرشته بچه ها همه سوار شدیم بله بابا مریم مریم چی شد مریم 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 فرشته مریم بیا دخترم همه منتظر تو هست برو بالا سر جاتون بشینی کشتین من برو بالا سوار هیچ معلوم از کجایی آفرین دختر خوب مواظب خودت باش ساکت سر جاتون بشینی هر شبکه میخواستم راجب یه موضوعی با شما صحبت کنم ماشالله شما هم تو فرصت به آدم نمیگی خواهش میکنم اگه رفتنی نشده یه خورده زودتر بیا خونه آخه امشب تولد یادت که هست مگه میشه یادم نباشه اگه قرار شد نرم بهت زنگ زنم خب پس منم یه سر میرم دفتر و زود بر میگردم میخوای بری دفتر برو فقط تو رو خدا مواظبش باش چشم جناب سروان چه با سلیقه تقدیرنامه خیلی متشکر ممنون از لطفتون خواهش میکنم این کوچکترین هدیه‌ایه که میشه به این دختر هنرمند البته چیزای دیگه ای هم هست چیزایی مثل محبت کانون گرم خانوادگی بله اتفاقا خانم مدیر من به همین خاطر مزاحمتون شدم چطوری بگم من بیشتر نگران آینده این دخترم شما که بهتر میدونین چقدر این دختر با احساس و دوست داشتنیه از همون روزی که تو این منطقه و بین این همه بچه مریم رو انتخاب کردین متوجه این مسئله شدم حالا دیگه برای چی گریه میکنی؟ خوشو برو بیرون یه هوایی بخور برو بیرون بیرون سلام علیکم سلام علیکم خانم بفرمایید خدمت آقا بفرمایید شما خواهش میکنم بفرمایید آقا دست شما درد نکنه اقدس خانم جون بله. اینو ببر بزن توی تابلوی اعلانات یه سری هم برو کلاس مریم ببین اگه امتحانش تموم شده بیاد پیش من چشم خانم میفرمودید خانم مدیر شاید باورتون نشه خواهر من اینقدر شیفته مریم شده که از حالا خودشو مادر اون میدونه در هر حال من از حسن نیت شما و خواهرتون شخصا خوشحالم و در این زمینه از هیچ کمکی هم دریغ نمی کنم خواهش میکنم اما یه چیزی رو از روی تجربه های خودم بهتون بگم آقای شریفی این بچه ها با بچه های معمولی فرق دارن اونا همونطوری که تحقیر رو نمی پسندن دوست هم ندارن بی جهت کسی براشون دل بسوزونه بله. فرضاً بچه ای مثل مریم که تمام خانواده‌اش رو توی حادثه از دست داده دوست داره مثل بقیه باهاش رفتار کنن عین بقیه سلام اقدس خانم سلام مریم جون ببین جایزت زدم این بالا که هر کی ببینه حس کنه ببین برای این مریم نیم وجبی چه چیزا که ننوشتم راستی چرا سر کلاست نیستی؟ بیرونم کردن اقدس خانم ایوا تو رو دیگه واسه چی؟ مگه من چمه؟ خب بیرونم کردن دیگه خوبه
خب مریم جون، خانم مدیر گفت زود بری پیششون، کارت داره. ای وای، خانم مدیر یعنی فهمیده؟ چی رو فهمیده؟ اجازه؟ بفرمایید. سلام آقای شریفی. سلام مریم جون، دیدی بهت گفتم میام دیدنت؟ آخه بهش قول داده بودم. امتحانت تموم شده بود مریم جون؟ نه خانم. مگه امتحان نقاشی نداشتی؟ چرا داشتیم، ولی من هیچی نکشیدم. هیچی نکشیدم یعنی چی؟ پس داشتی چی کار میکردی؟ اصلا نتونستم بکشم، اصلا نمیخواستم بکشم، مگه زوره؟ خانم معلممونم گفت برو بیرون، منم اومدم بیرون. یعنی چی؟ از کلاس بیرونت کرد؟ خیلی خوب، فعلا بیرون وایسا تا صدات کنم. ماجرا چیه؟ مگه چی شده؟ هوایی شده. هوایی میدونین یعنی چی؟ اینجور بچه ها خود به خود که تو رویا زندگی میکنن. اتفاقا من فکر میکنم شاید باعث این تغییر حالتش خود شما باشید آقای شریفی. هوایی؟ یعنی شما فکر میکنین من هواییش کردم؟ مریم هیچ وقت این رفتار رو نداشته. این بچه ها حساسن. بله درست. و شاید هم استثنایی. اونا خیلی راحت تحت تأثیر تغییرات محیط قرار میگیرن. صحیح. اگر هم قرار باشه هر تغییری تو زندگیشون داده بشه، باید با برنامه ریزی دقیق و حساب شده باشه. بازم که وایسادی؟ شد تو نیم وجبی، یه دفعه هم که شده نفر آخر نباشی. زود باش، برو 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 مادر، اینا رو ولش کن، خودم جمع جورش میکنم. خدا بس قربونت برم. دختر خوبی باشی، شیطونی نکنی. خب برو به سلام. خدافظ. خوش اومدی سویلو. بودو عموتینا یه ساعت پایین منتظرتن. بودو خدافظ، خوش بگذره. ببین بلقیس جون به من نمیده. دعوا نکنی مادر، خب یه دقیقه بده اون بازی. آفرین. باری کم اگه چطور میشه. باری کم آفرین. مریم جون، مگه کاری نداری شب جمعه ای وایسادی دم پنجره؟ خب دخترم، تو هم برو با اخترینا بازی کن. اصلا چطوره یه خورده واسه من نمایش بدی مادر؟ یعنی من دل ندارم؟ بودو شب جمعه ای دلم گرفته، نمایشتم که ندیدم، همه عالم و آدم دیدم. اینجا فرشته روشناییه و منم مثلا میتیلم. میتیل میگه فرشته مهربون، یعنی دیگه نمیتونیم تو رو ببینیم. چطور نمیبینی؟ تو هر مهتابی که میدرخشه، تو هر ستاره‌ای که میخنده، با هر طلوع خورشید و هر چراغ روشن، من در کنار شما و در قلب‌های کوچولوی شما هستم. میتیل میگه ولی فرشته روشنایی چجوری میخوای منو پیدا کنی؟ اونهایی که منو دوست دارن و منم اونا رو دوست دارم، بالاخره یه روزی منو پیدا میکنن. Thank you.
دنیا که آخر نشده. یه بچه‌ای که هنوز نمیشد درست حسابی بهش بگی بچه از بین رفته. الان مهم خودتی که الحمدلله حالت خوبه و هیچ مسئله‌ای هم نداری. مسئله‌ای ندارم. همه امید و آرزوم تو زندگی داشتن یه دختر بود که همدمم بشه. این توقع خیلی زیادیه. همچین میگی دختر دختر که هر کس بشنوه چه فکرا که نمی کنه. یه بچه 5-6 ماهه که از بین رفته اونقدرام جدی نیست که تو بهش بگی دخترم. که نمیتونم بچه دار بشم. اینو که دیگه خود دکتر گفت. مگه نشنیدی؟ گفت این کار یعنی بچه دار شدن بعد از این برام مساوی با مرگ. مثل بچه حرف میزنی فرشته. با خدا عین بچه هم. عزیز من چند سال بعدو کی دیده؟ کی میتونه پیشگویی کنه که 3-4 سال دیگه امکان باردار شدنت وجود داره یا نه؟ خدا رو چه دیدی؟ لااقل مزه خاطر امیرم شده خودتو کنترل کن باشه؟ فعلا خدا حافظ. سلام بچه ها، پیادشون ببینم، زود باشیم. سلام، بریم، بریم جلو، بریم، بریم ببینم. سلام. سلام. برو. سلام بابا. یه برو دیگه، زود با. سلام. آفرین، آفرین بچه ها، آفرین. به به، خانم خانم ها، بلقیس خانم، سلام علیکم. سلام. چه خبر از بازنشستگیتون؟ فعلا که خبری نیست. میخواستم بگم فدای سرتون که بازنشستتون کردن. واقع اون خودش چاره سازه. این عمو حیدرم چون نبوده. وای بازم شروع کرد. آقا عبدالله حرکت کن، دیر شد. ای به خشکی شانس، یه دفعه نشد درست حسابی باش حرف بزن. بابا تو که شروع کردی؟ فرشته، فرشته روشنایی. فرشته اون نامه رو بذار کنار، فعلا غذاتو بخور. ببین همایون، بذار یه بار دیگه از سر برات بخونم، شاید بتونیم دوتایی یه چیزی ازش بفهمیم. سلام مامان جون قشنگم، که شکل فرشته روشنایی هستین. میبخشید که نمیتونم حرفهای خوب خوب بنویسم. من خیلی دوست دارم بازم به سرزمین آرزوها برم. با شما، من با شما دنبال پرنده کوچولو و خوشگل آبی بریم. من یک بار با پرنده رفتم به سرزمین آرزوها، سرزمین تاریکی، یک بار هم دیار آینده. من خیلی دلم میخواد که با شما مامان قشنگ بریم دنبال پرنده. من داداش امیر را دیدم و او را دوست دارم، اما نینی کوچولو که تازه به دنیا آمده ندیدم. نمیدونم داداش کوچولو هست یا خواهر کوچولو. به بابای عزیزم هم سلام میکنم. من شما را دوست دارم، شما هم مرا دوست داری. فرشته روشنایی میگه کسانی که مرا دوست دارند و من آنها را دوست دارم خودشان مرا پیدا میکنند. چه چیزایی نوشته؟ فرشته تو واقعا داری گریه میکنی؟ یا من اشتباه میکنم؟ یعنی انقدر ضعیف شدی که یه نامه که از سر شوخی یا مردم آزاری برات نوشته شده این همه رو تأثیر میذاره؟ این نامه از عصر تا حالا
فکر منو بد جوری به خودش مشغول کرد. نمیدونم چرا نمیتونم هیچ کدوم از حدسای تو رو قبول کنم. این نامه کار یه دختر بچه است. اصلا همه چیش داد میزنه که کاری آدم بزرگ نیست، امکان نداره. گیرم اینطور باشه که تو میگی. خب که چی؟ نمیدونم، خودم هم نمیدونم. ضعیف شدی خانم، ضعیف. فقط همین، وگرنه کلمه های قلم به سلم به این نامه نمیتونه کار یه بچه یه... چه میدونم 7-8 ساله باشه. راست میگی این کاغذ رو یه دختر کوچولو نوشته؟ یه دختر کوچولو قد دخترهای شبانه روزی این روبرو؟ عجیبه، چطور این مسئله به فکر من نرسیده بود؟ یعنی ممکنه؟ یواشکی نگاه میکنی دختر؟ هیچ، میخوام هوا بخورم. خجالت داره خانوم. مگه چی کار کردم؟ چی کار کردی؟ خوبه یکی زل بزنه تو خونه تو؟ من که خونه ندارم. ای بابا، هرچی من میگم یه چیزی میگه. برو برو سر درس و مشقت جونم، برو. بلقیس جون. بله. اصلا خوب نیست دادم تو خونه یه مردم زلزل نگاه کنه ها. بله بله برو. فرشته فرشته سلام. سلام، چطوری؟ چرا جواب نمیدی؟ کلی صدات زدم. تو هم که همهش سرت گرمی این کتاب هست. نه، دارم تو این کتاب دنبال حرفای اون دختر میگردم. این فوق‌العاده است، بهتره بخونیش. راستی این نامه دومی رو دقیق خوندی؟ خانم عزیز، من به اندازه کافی کار دارم، همشم جدیه، نه مثل خیلی از کارهایی که فقط اسمشون کاره. تو راحت اینجا نشستی و غرق این کتابا و نامه ها شدی. به دکتری که دوستت گفته بود زنگ زدی؟ بله. چه عجب، خوبه بالاخره قبول کردی که به دکتر اعصاب احتیاج داری. ببین همایون، من خودم رو مریض حس نمی کنم. به دکتر زنگ زدم که درباره این نامه ها ازش کمک بگیرم. اونم بهم قول داده تا اونجایی که میتونه بهم کمک کنه. نگفتی نامه ها کار یه بچه نیست؟ نه، اتفاقا گفت اینا رو با این لحن و جمله بندی و فقط یه بچه میتونه بنویسه. دکتر گفت این بچه احتمالاً تحت تاثیر قصه ای، رمانی یا یه چیزی تو این مایه ها قرار گرفته. من اصلا نمیفهمم، عجب حوصله ای داری تو. منم از این بی‌تفاوتی های تو حیرونم. وقتی یه بچه اینقدر به محبت ما احتیاج داره، ما چطوری میتونیم بهش بی‌تفاوت باشیم؟ بازم میگم، 100 سال دیگه هم میگم این کار یه بچه نیست. اشتباه میکنی. یه شب از سر اون خیابون بالایی میومدم خونه، هنوز حامله بودم، یه دختر کوچولوی خوشگل با یه لباس عجیب و غریب تک و تنها تو خیابون راه میرفت. اون یه گلدون بهم داد، خنده شیرین و
نگاه جذابش هیچ وقت از جلوی چشمام دور نمیشه. امروز دیدمش، داشت قاطی بچه ها بازی میکرد، ولی همایون خواهش میکنم این موضوع جدی بگیر. سلام. دیر کردیم نه؟ نه اتفاقا منم منتظر مسئولش بودم. نمیدونین حمید خان چه کارا که نکرد با این خانم دور شهر گشت. تمام راه های قانونیشو طی کرد. دونه بده تو اینه اکمیل تکمیل. والا پیمانکاری و تحویل یه ساختمون 10 طبقه برای ما این همه وقت نمیبود. پرویز آقای مهران، بالاخره داشتن یه بچه اونقدر ارزش داره که آدم چند روز وقت صرفش کنه. راستی همجون، جریان این مصاحبه چیه؟ چیز مهمی نیست، فقط مسئولین میخوان با خودتون صحبت کنن و آشنا بشن. اما چیزی که مهمه اینه که پرونده دیگه تکمیل میشه. حمید جون باورت نمیشه، آرزومه که مریمو مثل بچه خودم بغل کنم. تمام خانم، خیلی خدا نکنه یه چیزی چشمشو بگیره، اینقدر بزرگش میکنه که نمیدونه. ببخشید آقا. در خدمتم خانم، بفرمایید. من دنبال کتابی میگردم تحت یکی از این عناوین: سرزمین آرزوها، دیار آینده، فرشته روشنایی، همای سعادت یا دیار تاریکی. بالاخره چی؟ والا راستش خودم هم نمیدونم، ولی فکر میکنم اسم یکی از شخصیت‌های اصلیش فرشته روشنایی. معذرت میخوام خانم، مثل این بله، که شما بله میدونم کمی عجیبه، من خودم هم گیج شدم. پرنده آبی. بله پرنده آبی، کتابی که شما دنبالش میگردین اسمش هست پرنده آبی. یه نمایشنامه از موریس مترلینگ، فیلسوف و نویسنده معاصر بلژیکی. تمام این تعابیر و مفاهیم که شما میگین در این نمایشنامه وجود داره. مترلینگ پرنده آبی رو در سال 1906 یا 7 نوشته. آقای حقیقی راستی هنوز از این کتاب داری؟ باید ببینم با اجازه. متشکرم. بله داشتم خدمتتون عرض میکردم خانم که پرنده آبی از بهترین آثار موریس مترلینگه. موریس مترلینگ در سال 1919 برنده جایزه ادبی نوبل میشه. شانس البته خانم برای کلیه آثارش. بفرمایید صندوق. البته کتابایی مثل مورچگان، موریانه و کلیه آثاری که ما را باش که این همه اطلاعات و مجانی در اختیاری. بالاخره کشفش کردی. خوبه، خیالت راحت شد؟ نه، راز اصلی هنوز مونده. مهم نویسنده ی نامه هاست. البته به نتایجی رسیدم، فکر میکنم موفقم بشم. میدونی همش صداش تو گوشمه، صبح تا شب داره منو صدا میکنه. تو هم که خیلی دلت دختر میخواست نه؟ آره الانش هم دلم میخواد. اما به چه قیمتی؟ اگه قرار باشه این موضوع به سلامتی تو لطمه بزنه، من به همین که دارم قانعم. از تو هم همین توقع رو دارم. ببین فرشته، این همه دختر بچه نازنین اون روبرو زندگی میکنن. اگه دلت خواست میتونیم بریم یکیشون انتخاب کنیم. در ضمن ازت خواهش میکنم بیشتر مواظب خودت و امیر باشی. خب میخوام با خیال راحت به این ماموریت برم. باشه. بالاخره کی رفتنی شدی؟ فردا صبح زود. وای مردم از این سربالایی. آخه یه خوردم به فکر خودت باش. اینطوری خدایی نکرده از پا میافتی یا بشین برم برات یه چایی بیارم تا حسابی خستگی در بره. امروز تو اداره چی بگم والا، آب پاکی رو ریختن رو دستم.
با تقاضای خرید خدمتم موافقت نکرد. پس ناراحتید برای اینه؟ فدای سرت. اگه شما اینو میگی پس من چی بگم؟ از من بیکستر تو این عالم آدم به دنیا نیومده. اول جوانی خدا رفتگون همه رو بیامرزه. زن اولم سر زاره. اینو که همه میدونن. جونم به شما بگه دو یومیم که خیلی کمالات داشت صحیح و سالم یه شب یه تب 40 درجه کرد و تمام. دفعه سوم با افسر خانوم گفتم دیگه سر و سامون گرفتم. 7 سال به خوبی و خوشی زندگی کردیم. سر 7 سال ناغافل تو میدون شوش یه 18 چرخ زد بهش و عمرش داد به شما. حالا هم که 11 سال آزگاره که دیگه خودم موندم و خودم و دو تا اتاق اجاره یه سوت و کور. اما حسنش اینه که یه حیات نقلی هم داره. سر این همه زن خورده بسش نیست. ایش این قضیه تنها هم که یه موقع نمیخوام از این نگهبانی پامو بیرون بذارم. میدونی بلقیس خانوم هیچ کس از دل وامونده آدم خبر نداره. بفرمودین. عرض کردم تمام مدارک آماده است، فقط مونده دستور شما. اجازه بفرمین اینم دادسرا و اینم حکم داره سرپرستی. آقای اکبری میخواستم بدونم کی میتونم دختر نازنینمو ببرم. خواهر من انقدر شیفته مریم جون شده که اصلا خودشو مادرمون میدونه. بسیار خوب. من برای بردنش دارم دقیقه شماری میکنم آقای اکبری. بله متوجهم، این یه حس کاملا طبیعیه. هر کسی دیگه ایم جای شما می بود قاعدتا باید یه چنین احساسی می داشت. معذرت می خوام آقای اکبری، نمیشه یه جور معرفه ای آشنایی؟ نمیدونم، فکر نمی کنین لازم باشه ما هم دیگر رو بیشتر ببینیم و بشناسیم؟ آقای مهران تمایل دارن اگه اجازه بدین یه چند روزی مریم جونو با خودشون ببرن شما. ولی این روزا وقت امتحان بچه‌هاست. من قبلا با مدرسه مریم جون هماهنگ کردم. صحیح. امتحاناتشون تا موقع تموم میشه. فکر بدی نیست، ظاهرا ترتیب همه کارارم خودتون دادین. بله منم موافقم. امیدوارم این چند روز بیشتر به هم نزدیک بشین. فقط سفارشم به شما اینه که رفتارتون زیاد از حد ترحم انگیز نباشه، انگار دارین میبرینش مهمونه. سلام آقای اکبری. سلام بلقیس خانم. بفرمید. سلام آقای شریفی. سلام علیکم. بفرمید. بفرمید خواهش میکنم. بلقیس خانم مربی مریم، ببخشید آقای اکبری حواسم نبود مهمون داریم میرم بعدم. بفرمایید. آخه بفرمایید، مسئله نیست، خودمونی هستن. بفرمایید خانم بلقیس از همکاران بسیار بله، خوب بله. دلسوز بله. و کارهای ما هستن. بله خواهش میکنم. بله بفرمایید. ببخشید، خواهش میکنم. بفرمایید. حالا که بازنشستگیم حتمیه چرا با تقاضای خرید خدمتی من موافقت نکردن؟ چی رو موافقت نکردن؟ هنوز اتفاقی نیفتاده که شما رو خرید خدمت بکنن. میخوان مربیای جوون و دوره دیده بیارن. آخه مگه من میتونم از این بچه ها دل بکنم؟ بذارید بازنشسته بشید بعد، تازه اونم به زمان احتیاج داره. شما عجله نکن، همه چیز درست میشه. بلقیس خانم از مربیای خوب و با تجربه اینجا هستن. بله. اتفاقا با روحیات مریم جونم کاملا آشنا. دختر یه فرشته است. بله. الهی که خوشبخت بشه. میبخشین، مگه شما دارین بازنشسته میشین؟ خدا اون روزو نیاره. شاید بلقیس خانم تا موقعی که حکمش بیاد بتونه به شما کمک کنه. سلام. سلام عمو حیدر. سلام علیکم خانم سعیدی، حالتون چطوره؟ لطفتون. خوبم. جناب سروان چطورن؟ خوبن، خیلی ممنون. این روزا خیلی گرفتاره. ایشالله رفع کسالت شد. فعلا که بد نیستم، مرسی. خدا رو شکر. ببخشین عمو حیدر، میخواستم یه خواهشی ازتون بکنم. خواهش میکنم؟ بفرمایین. عم بفرمایین، در خدمتم. راستش خیلی وقت دلم میخواست بیام اینجا و دختر کوچولواتونو از نزدیک ببینم، میشه؟ اختیار داریم، اختیار داریم. بفرمایید تو. برای هر کی اجازه بخواد برای خانم مهربونی مثل شما لازم نداره.
مرسی. مگه میشه ما محبت های شما رو فراموش کنیم؟ بفرمایید، بفرمایید تو، الان خدمت میرسم. خیالتون راحت باشه. خیلی ممنون به خاطر زحمتتون، مرسی. اینم اتاق مریم خانوم. ببین خوشت میاد؟ الهی قربونت برم. این اتاق مال منه، مال خود خودمه. آره عزیز دلم، مال خود خودته. بلقیس خانم کمک کرد، برای درستش کردی. لباساتو که عوض کردی، بیا پایین با هم شام بخوریم. باشه؟ باشه. الهی قول بیدارم. چشم. بلقیس خانم پایین منتظرتون. چشم، الان میه. بلقیس جون. جون، چرا موقعی که میخواستم بیام ندیدمت؟ آخه میدونستم اینجا میبینمت، قربونت برم. اگه تو نبودی من تنهایی چی کار میکردم؟ الهی که من فدات شم دختر. ببین من تو رو چقدر دوست دارم که زودتر از تو اومدم اینجا. بلقیس جون. جونم، تو پس چی اومدیم اینجا؟ ایوا، هنوز نمیدونی؟ هم من هم تو مهمون خانم مهران هستیم. مهمون؟ آره. حمید جون، نمیدونم ما چطور باید از تو تشکر کنیم. واقعا نمیدونم. اگه ایده های حساب شده ای تو نبود، ما نمیدونستیم چطوری محبت این بچه رو جلب کنیم. جدن حمید جان، خیلی لطف کردی. الان که تازه شروع کاره، جلب محبت با فراهم کردن یه سری مشغولیات و سرگرمی برای بچه به دست نمیاد، ولی خب برای شروع کار بد نیست. مریم جون، نمیای بریم صابونه بخوریم؟ من تا حالا دریا رو ندیده بودم. چقدر بزرگه بلقیس جون. راستش منم تا این سن و سال هنوز حسابی دریا رو ندیدم. پس امروز بریم دریا رو ببینیم، باشه؟ هم میریم دریا، هم میریم جنگل، همه جا میریم. حمید، از سارا و مهدی خبر تازه‌ای نداری؟ الان یک ماهه، نه نامه نه تلفن. بالاخره شماها میخواین چیکار کنید؟ اون با فامیل خوشتره. خب منم به همین وضع راضیم. سارا خب بیشتر مادرشو میخواد. اول بریم صبحونه بخوریم، بعدش میریم با هم میگردیم.
سلام. 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 حال شما خوبه؟ خیلی قربونت برم، بشینید. حال شما چطوره؟ خیلی خوبه. بله خوبم. خیلی ممنون. بذارم آب میوه بذارم. دست شما درد نکنه. خیلی ممنون. این خونه یه به این قشنگی مال شماست. بگو مال خودمونه نازنین. دریا چی؟ دریا مال شماست؟ نه دخترم، دریا مال همه مردم مریم جون. چقدر خوب. باشه من باش صحبت کنم، تو نگرانم. خیلی خوب، خدافز. مریم جون دیگه موقع خوابه، برو تو اتاقت. شنگم سلام، این نامه یه هشتم است که برات می نویسم. من الان کنار دریا هستم. دریا بزرگ است، رنگ دریا آبی است مثل آسمان. من اینجا تنها هستم. اگه داداش امیرم اینجا بود با هم گوشمایی جمع می کردیم، گوشمایی های بزرگ و رنگی. دلم برای داداشم یه تنگ شده، ولی میدانم آنها که مرا دوست دارند و من آنها را دوست دارم بالاخره مرا پیدا خواهند کرد. دختره شما. عجیبه، تمام نامه هاش با این جمله تموم میشه، بالاخره مرا پیدا خواهند کرد. راستی امیر، دوستت باهات صحبت کرد؟ نگفته تئاتر که ازت پرسیدم کجا اجرا میشه؟ مرکز هنرهای نمایشی کودکان. مرکز هنرهای نمایشی کودکان. سلام. سلام. حال شما؟ سلام. کتابا رو با هزار مکافات گیر آوردم براتون. احوال شما؟ سلام عرض کردم. خسته نباشی. خوب هستی؟ خیلی به خدا خیلی شرمندم. میدونم همه کارو خودت گردن تو، ولی گرفتارم. میدونی که راستی درباره اون چیزی که شوهرت قرار بود برام بگیره. بله بله، دست مشکانه. مشکان جون معرفی نامه رو بده بهش. مرسی، خیلی ممنون. فقط یادتون باشه روزای زوج بریم. باشه، روزای زوج میرم. فقط روزای زوج. راستی درباره اون پوسترو که قراره پس فردا آماده بشه. بله، اونم پس فردا آماده است. حتما. حتما. خیالم راحت باشه. آماده میشه دیگه. خیلی خوب. نمیدونم امیر جان چی کار میکنی ماما؟ درست دفتر مامانمو به هم میریزم دیگه. خب بفرمایید. خیلی خوب، قربونه شما. کاری نداری. خداحافظ. 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 مریم. سلام فاطی جون. سلام مریم جون، چطوری؟ خوبم. خوش گذشت؟ خیلی. چه خبر؟ یه عالمه خبر. کجا رفته بودی؟ همه جا کوه کنگل. همه جا خوابن. خب برو ساکتو بذار بخواب. سلام اختر جون، برات سوغاتی آوردم. سلام بچه، حالت خوبه؟ دلم براتون خیلی تنگ شده. خوش گذشت. خالی بود. ببینیم کجا قایق سوار شدم. بگو ببینم چه شوری. خیلی خوش گذشت. ببینیم چه قشنگه. پر از عروسک بچه ها، نمیدونید. سلام سویلی جون، خواهر آقای شریفی برام خرید. ببین راسته که تو شمال دریای راست راستی هست با ماهی؟ آره هست، خودم دیدم. پر ماهی و گوش ماهی. بچه برای همه تون گوش ماهی آوردم. مریم جون بگو ببینم، مامانت خوشگله؟ مهربونه؟ مریم جون حالا که میخوای بری تخت و کمدتو میدی به من؟ آره.
سلام. سلام، تعجب کردی؟ تعجبم داره. آخه هیچ وقت سابقه نداشت تو ماموریت بهم زنگ بزنی. خب بعد از این دیگه میزنم. حالت خوبه؟ من خوبم. امیر چطوره؟ امیرم خوبه. از نامه ها چه خبر؟ هنوز ادامه دارن؟ چه جورم. این دفعه دیگه خانم از رامسر نامه فرستاده. رامسر؟ یعنی چی؟ مثل اینکه موضوع داره خیلی بانمک میشه. بوش کن، راجب اون پیشنهاد من هیچ فکر کردی؟ این همه وقت روبروی اینا بودیم و ازشون غافل بودیم، ولی خیلی مشکله که بشه یکیشون رو انتخاب کرد. با همشون موافقی؟ حالا تو هم هی شوخی کن. بازم میگم از خودت مواظبت کن. منتظرتم. باشه، خداحافظ. خداحافظ. من خورشیدم، روشنایی من سبب زندگی و رشد گلها می شود. و من آب مایه حیات گلها و گیاهان هستم و طراوت و شادابی تمام موجودات زنده از من است. و من زمین هستم، خاک من در خود غذای رشد و شادابی گیاهان را ذخیره کرده است. و من گل سرخ هستم، زیباترین و خوشبوترین گل دنیا. من به هر سه شما احتیاج دارم تا زنده بمانم، اما بیشتر از همه به محبت نیازمندم، به محبت تا شاداب باشم. اگر من نباشم و اگر روشنایی من نباشد، هیچ گلی نمیتواند زنده بماند. حالا شب میشود و من باید بروم. من بدون روشنایی و گرمای خورشید چه کنم؟ من خودم به دنبال روشنایی می روم. بله، همینجاست، پیداش کردم. بازیگر نقش میتیل، مریم پایدار. مریم؟ بله، مریم پایدار. معرفشم آقای حمید شریفی از کارمندهای خودمون هستن که ضمناً با بهزیستی هم همکاری میکنن. بهزیستی؟ بله. ببخشید، شما آدرس این دختر کوچولو رو دارین؟ آدرس دختر رو اینجا ننوشته، یعنی هیچی ننوشته. ممکنه یکی از فامیلای خود آقای شریفی باشه. آخه آقای شریفی کارگردان نمایش هم بودن، حتما آقای شریفی این بچه رو میشناسن. کجا میشه پیدا کردین آقای شریفی رو؟ باشه، با تمام این تفاصیل باید شما به اونجا مراجعه بکنید. این دیگه میدونی که اصلیه. آقا اجازه. بفرمایید. سلام دختر خوب. لای قربونت برم. پس مال ما. عزیزم، بازی امروزت محشر بود. خیلی ممنون. بشین همیشه، بشین عزیزم. خوبی؟ سلام آقای مهران. سلام آقای شریف. دخترم بفرمایید. بشین دخترم. چش. چه دختری، ماشاءالله. هزار ماشاءالله. آقا و خانم مهران، با وجودی که تازگی از سفر برگشتین، زود اومدن دیدنت. میبینی چقدر دوست دارن؟ بله آقا. از مهمون نوازیشون تشکر کردی؟ بله. کی؟ همونجا. خونه خودش بود. بله. البته ما نتونستیم اونجور که باید شاید از مریم جون پذیرایی کنیم. اختیار دارید آقای مهران، اتفاقا مریم هم ازش سوال کردم، شما نهایت محبت و حقش کردید. خواهش میکنم، اصلا قابل نیست. بفهمون که از واسه موضوع از نظر من تمام شده است. خب مریم، این شمال خوش گذشت؟ بله. یادته گاوه اومده بود میخواست ما رو شاخ بزنه؟ ولی شاخمون که نزد.
یادتونه تو شمال قایق سواری کردیم با آقای مهران؟ با خاله نسرینم رفتیم دم دریا قدم زدیم. تو هم یادته میگفتی دوست داری همیشه بریم اونجا بمونیم؟ بله. پیش آقای مهران و خاله نسرین؟ بله. اون وقت دایی حمیدت هم بیاد. دایی یعنی چی؟ دایی یعنی اگه خاله نسرین یه دختر داشت، خب من میشدم دایی اون دیگه. اون وقت خاله نسرین هم میشد ماما. مامان راست راسکی؟ آره، با بابای راست راسکی. بابای راست راسکی؟ راست راسکی. اون وقت منم میشدم دایی راست راسکی. همه با هم میرفتیم شمال. دوست داشتی؟ مریم جون میخوای بریم بیرون با هم صحبت کنی؟ آقا اجازه. بریم بریم مریم جون. مهمانان عزیز، بچه های خوب، همکاران ارجمند، با امید به اینکه تا این لحظه برنامه ها مورد پسندتون قرار گرفته باشه و ضمن عرض خیر مقدم مجدد و تبریک به مناسبت هفته بهزیستی به اطلاعتون میرسونم که تا لحظاتی دیگه گروه کر خردسالان ارامنه برنامه‌ای رو که به همین مناسبت تهیه و تدارک دیدن حضورتون تقدیم. چرا جلوی آقای اکبری هیچی نگفتی؟ من گفتم میخوام دایید بشم، خواهرم بشه، مامانه. تو هیچی نگفتی. منم باهات قهر قهرم. آقای شریفی، من شما رو دوست دارم. حالا آشتی، به یه شرط. کدوم شرط؟ به شرطی که وقتی باهات صحبت میکنم مریم جون قشنگ جواب منو بدی. آخه چی بگم؟ یا تو اون موقع ها چقدر ما با هم حرف میزدیم، تو میامدی خواباتو برام میگفتی، من از دخترم سارا برات میگفتم. آخه اون وقت که شما نمیخواستین دایی من بشین، خانم مهرانم نمیخواست مامان راستکی من بشه. عزیزم، مگه نسرین جون اینقدر تو رو دوست نداره؟ تو هم که نسرین جون رو دوست داری، مگه نه؟ من نسرین جونم رو دوست دارم. آقای شریفی، شما رو هم خیلی دوست دارم. ولی آقای شریفی، من مامان دارم. مگه خودتون نگفتین اونایی که منو دوست دارن و منم اونا رو دوست دارم بالاخره خودشون میان و منو پیدا میکنن؟ چی؟ تو فرشته روشنایی رو میگی؟ مریم جون، میتیل دیگه تموم شد، فرشته روشنایی تموم شد، اونا همش مال قصه بود. چی شده همین؟ موضوع چیه؟ من نمیدونم، من خودم هم گیج شدم. پس مریم جون این مامان تو کیه؟ پس چرا ما ندیدیمش ها؟ من مامان دارم، خودشم داره دنبالم میگرده. یعنی چی؟ مگه تو چی بهش گفتی؟ فکر میکنی من مقصرم ها؟ خب آخه مریم جون، این فرشته روشنه که تو میگی همینه دیگه. از این خوبتر، از این مهربونتر، از این بهتر مگه نگفتی میاد سراغم؟ خودش اومده دیگه، دیگه چی میخوای تو؟ آره عزیزم، بعد از نمایشم میریم خونمونو، اونجا حرفامونو میزنیم. بالاخره چی میگی؟ مریم کجا میری؟
دکتر معنوی بخش جراحی؟ آقای دکتر معنوی بخش جراحی؟ خانم لطفا سرمو بس کنین، مونیتورم بس کنین. چشم آقای دکتر. مواظب فشارشم باشین. بله آقای دکتر. آقای دکتر، خانم بچه‌ها خواهش می‌کنم تا بگین چه اتفاقی براشون افتاده. مهم نیست، خواهش می‌کنم. آقای دکتر ببخشید، حال دختر ما چطوره؟ خوشبختانه حالش خوبه. زیاد وقتی نیست، فقط چی آقای دکتر؟ جناب دکتر، میخواستم عرض کنم که هر کجا، هر بیمارستانی، هر مرکز مجهزی که باشه فقط اسم ببرید. حتی لازم باشه فوراً میتونم ترتیب اعزامشو به اروپا هم بدم. شما زیاد دست پاچه نشه. من خواهشم ازتون اینه که بیقراری نکنیم. تصادفی شده، بچه ضربه دیده. منم منتظر جواب سی تی اسکنم. همین. آقای دکتر، ببخشید آقای دکتر. پس علت بیهوشی چیه؟ این طبیعیه، به خاطر شوک بعد از تصادفه. اما بچه یه شکستگی کوچک در قفسه سینه داره که باید عمل بشه. خانم دکتر آریان بخش اطفال. خانم دکتر آریان بخش اطفال. دختر گلم، امروز مثلا روز شانست بود. ببین چی به روز بچه‌ام آوردن. تفلکی فرشته. نه فرشته، من ببخشی، من نمیه شیشتونو میشکستم. مامان فرشته، بریم بیرون، من براتون میگم. برو تلفن رو جواب بده، برو. سلام خانم سعیدی. سلام علیکم آقای شما. خوبه؟ نمیدونم که زده شیشه پنجره خونه ما رو شکسته. اجازه بدین آقای شریفی رو معرفی کنم. سلام علیکم شریفی. ایشون کارگردان تئاتر هستن. خانم سعیدی، اون دختر کوچولوی ما یادتونه؟ مریم، حتما دیدینش. این بوجه رو برای نمیخونش. خدرم بابا، الو، سلام، کجایی؟ فرودگاه؟ خوب گوش کن ببین چی میگم. ما داریم میریم بیمارستان. این سی تی اسکن مریمه؟ بله آقای دکتر. خوبه، بر اتاق عمل. مواظب باش. خیلی دلم میخواد بدونم چیا برای شما مینوشته. منو بگو که فکر میکردم این بچه هوایی شده. تو این 10 روز آخری جایی نبود که سر نکشم و سراغشو نگیرم، تا بالاخره امروز صبح تو کانون به اسم واقعی اون رسیدم. بالاخره چی میشه؟ اون چیزی نیست عزیزم، چیزی نیست. ناراحت نباش. یه لحظه اجازه بدی. ببخشید، نام بیمار؟ مریم. ناراحت نباش. شهرت؟ مهران. سعیدی.